یو چطور این بچه ها؟ من تپلیزم و خیلی خوش اومدید به کامل ترین آموزش بازی هارتس آف آیرون. بچه ها حدودا من یک سال پیش یه ویدیو آموزشی از این بازی واسهتون گذاشتم، ولی خب درخواسته مقدار زیاده دیگه. هنوز خیلی از بچه ها هارتس آف آیرون رو کامل بلد نیستن و من هم گفتم یه ویدیو واسهتون بسازم و چیزایی که بلدم رو بهتون کامل یاد بدم. بچه ها اول از هر چیزی یک توضیح مختصر در مورد بخش مولتی پلیئر بازی بهتون بدم، چون نمیتونم برای این موضوع ویدیوی جداگانه بسازم. چرا؟ چون اکثر بچه ها نسخه غیر اورجینال دارن و اگه من بیام اون رو بهتون یاد بدم یوتیوب جمعم میکنه کلن. اول این کاری که بچه ها برای آنلاین پلی دادن باید انجام بدید عوض کردن اسمه. پی هارتس آف آیرون آنلاین اوکی نیست که دو نفر با یک اسم حضور داشته باشند و اغلب نفر دوم رو میندازه بیرون و دلیل تایم اوت خوردنتون اکثر مواقع همینه. اینم بگم برای آنلاین بازی کردن وی پی ان نزنید، نیاز نیست دی ان اس نداشته باشید، اسمتون هم عوض کنید، روی هیچ کدوم از این موارد هم کلیک نکنید و در نهایت از بخش کانکت تو سرور آی دی سرور آی دی رو وارد کنید. اگر پسوردی هم داشت بزنید، اگه نداشت خالی بذارید و جوین و تمام. اگرم میخواهید خودتون هاست بشید، گزینه هاست رو انتخاب بکنید، اسمتون رو بنویسید، در نهایت اینجا باید پسورد وارد کنید که میتونید وارد نکنید. بعد از اون دکمه هاست رو بزنید وارد این صفحه میشید. این پایین یه سرور آیدی قرار براتون ساخته بشه. من الان اینترنت ندارم، احتمالا ساخته نمیشه. در هر صورت با رایت کلیک کردم با کلیک راست روی این سرور آیدی که یک عدد هست میتونید کپی پیستش کنید و علاوه بر اون اگر سیو خاصی رو میخواید بالا بیارید این گزینه لود رو بزنید، سیوتون رو انتخاب بکنید و با اون سیو آنلاین بازی کنید. ترنچ سناریو هم که این بالاست. این کل آموزشی بود که برای آنلاین بازی کردن میتونستم بهتون بدم و در نهایت اگر میخواهید آنلاین بازی کنید نسخه گلد تیم رو دانلود کنید. تنها نسخه ای هست که اوکیه میشه گفت. باقی آموزشی هم که من بهتون نمیتونم بدم رو اونجا میتونید پیدا بکنید. ولی بدون معطلی بریم سراغ آموزش اصلی بازی هارتس آف آیرون. اینجا رو دیگه همتون بلدید دیگه. سینگل پلیئر رو میزنید، نیو گیم رو انتخاب میکنید و میرسید به سناریو. چون اکثرا میدونم که با ایران پلی میدید، پیشنهاد میکنم 1936 رو انتخاب بکنید، چون توی سناریو 1939 دقیقاً جنگ جهانی شروع میشه، ولی توی 1936 شما 3 سال تا جنگ فاصله دارید و شاید بتونید یه سری کارا انجام بدید. سلکت سناریو رو بزنید بچه ها، other country رو انتخاب بکنید و در نهایت هر کشوری رو میخواید بردارید. من دوباره قراره که بهتون با ایران آموزش بدم، با اینکه آلمان خیلی تغییر کرده و دوست دارم واقعا پلیش بدم چون خیلی بهتر شده، ولی با ایران بهتون میخوام بازی های مقدار یاد بدم. ما میایم روی ایران کلیک میکنیم، از اینجا دیفیکالتی بازی رو میذاریم روی اولین حالت، یعنی خیلی حالت نرم و ملو. میتونید بذارید روی الایت ولی مطمئنن دهنتون سرویس میشه. جدایی از اون بچه دوتا گزینه این پایین دارید، آیرون من مود و هیستوریکال ای آی فوکس. آیرون من مود میاد چیکار میکنه؟ میاد بازی رو طوری میکنه که اولا نتونید چیت بزنید، ثانیاً نتونید به هیچ عنوان بازی رو هر وقت خواستی سیو کنید. برای مثال دیدی توی بازی میخوای یه کاری بکنی، قبلش یه سیو میگیری که اگه شکست خوردی اون کارا رو درست کنی. این مورد این اجازه رو نمیده و خود بازی حالا هر وقت صلاح بدونه واساتون سیو میگیره. گزینه دومم که هیستوریکال هست مربوط هست به کاری که AI های بازی انجام میدن. برای مثال توی حالت هیستوریکال 100% آلمان نازی توی تاریخ مشخص به لهستان حمله خواهد کرد، تموم شد و رفت. ولی توی حالت غیر هیستوریکال ممکنه که این حمله اتفاق نیفته، ممکنه که آلمان یک راه دیگری رو بره، ممکنه که به جای لهستان به چکسلواکی حمله کنه. این اتفاقات توی اون حالت ممکنه، ولی اگر تیک هیستوریکال خورده باشه هیچ کدوم از این اتفاقات نمیفته و بهتونم پیشنهاد میکنم که تیکش رو همیشه بزنید. بدون معطلی بچه بریم استارت بازی رو بزنیم. میخوام موارد خیلی مهمی رو بهتون یاد بدم، به خصوص در مورد نیروی دریایی و نیروی هوایی، چون
اکثرتون توی این موارد مشکل دارید. بچه به محض اینکه وارد بازی شدید، اولین کاری که میکنید اینه که میایید یه دونه نشال فوکس انتخاب میکنید. برای ایران قبلا هم گفتم اول از هر چیزی میرید سراغ فوکس های اینداستریال، یعنی فوکس هایی که مربوط به کارخانه جات هستن. با انجام دادن اینها شما کارخونه میگیرید. ما توی آرتسافاینان دو نوع کارخونه داریم بچه ها، کارخونه نظامی و مردمی. کارخونه مردمی چیه؟ کارخونه مردمی شامل برای مثال نیروی مردمی، نیروی کاره، منابع هست، میدونی این هست دیگه. و این کارخونه مردمیه که واسه شما کارخونه نظامی و سایر موارد رو میسازه، اوکی؟ و کارخونه مردمی مهمتر از نظامیه و با استفاده از فوکس های این بخش شما میتونید صاحب کارخونه بشید تو بازی. در نهایت هم بهتون ریسرچ اسلات میده که این خیلی مهمه. به طور کلی وارد بازی شدید، این بخش رو تا ته انجام میدید، بعد میرید سراغ گزینه های دیگه و در نهایت میایید سراغ این بخش. بعد اینکه بچه فوکس های بخش اینداستریال رو انجام دادید، پیشنهاد من به شما فوکس های آرمیه، بعد اون نیروی هوایی، بعد اون نیروی دریایی و در نهایت هم میتونید از این بخش یک سری از موارد رو انجام بدید. این بخش بچه به طور کلی مربوط به انقلاب هست. اگر به این سمت حرکت کنید کمونیست میشید، سمت بغلیش فاشیست میشید و سر این موضوع زمانی سراغ این بخش برید که بازی رو بلد باشید و دنبال انقلاب کردن باشید. تموم شد و رفت. این به طور کلی توضیحاتی بود که در مورد بخش فوکس باید بهتون میدادم. زمانی هم که همه فوکساتون رو انجام دادید و تموم شد و رفت، میایید سراغ این بخش پایینی و از اینجا یک گزینه رو بسته به نیازتون انتخاب میکنید. اگر میخواهید با سرعت بیشتری نیرو آموزش بدید، آرمی ترینینگ رو بردارید. میخواهید با سرعت بیشتری ساخت و ساز کنید، کانستراکشن انجینیرینگ، یا برای مثال برای تولیدات هوایی، برای تولیدات دریایی، برای سرکوب شورش ها، برای بخش ریسرچ، برای تعمیرات، برای همه این موارد اینجا گزینه دارید و میتونید ازش استفاده بکنید. ولی خب دارم بهتون میگم زمانی بیاید اینجا که همه اینا رو انجام داده باشید. خود بازی محدودیت 10 تا فوکس گذاشته، یعنی میگه اول 10 تا فوکس انجام بده بعد بیا یکی از اینا رو انتخاب کن. من بهتون میگم همش رو انجام بدید بعد بیاید یکی از اینا رو انتخاب کنید. این از این. اول بخش فوکس میایم بیرون، میریم میرسیم به گزینه بعدی، بخش دیسیژن. البته که باقی این موارد رو هم بهتون یاد خواهم داد، ولی خب بخش دیسیژن مربوط هست به انتخاب های شما در بازی. گزینه اول مربوط هست به پروپاگاندا، شما رادیو پروپاگاندا و ایمپورت پروپاگاندا فیلمز دارید. پروپاگاندا به چی میگم بچه ها؟ پروپاگاندا به یک نوع تبلیغات گسترده حکومتی که با هدفی خاص انجام میشه میگم پروپاگاندا. این ساده ترین توضیحی هست که میتونم از پروپاگاندا بهتون بدم. و حالا شما توی بازی دو تا گزینه دارید، میتونید از طریق رادیو این پروپاگاندا رو انجام بدید، میتونید از طریق فیلم هایی که وارد کردید از کشورهای دیگه. گزینه های بعدی هم بچه مربوط هست به پولتیکال اکشن، یعنی حرکت های پولتیکال، که حالا نمیدونم چجوری بهتون توضیح بدم، ولی در هر صورت اگر نفوذ کمونیستا در کشورتون داشت میرفت بالا، آنتی کمونیست ریز رو میزنید. اگر دموکرات ها نفوذشون داشت میرفت بالا، اینو میزنید. یا این پایین میتونید سانسورشیپ روی کشور روی کار بیارید که اینم گزینه خیلی خوبیه. تب بعدی هم مربوط پس به اکونومیک پالیسی که شما اینجا دو تا گزینه خیلی خوب دارید. اولی کانستراکشن اسپید میده برای سوپلی هاب، دومی 100 تا قطار بهتون میده، 5% از استابیلیتیتون کم میکنه، که حالا اینا رو هم جلوتر بهتون یاد میدم. دیفالت بازی هم یه دونه پرژن امپایر داره که با گرفتن این کشوری که اینجا نوشته مثل افغانستان و عراق و ترکیه و فرانسه و اینجور کشورها میتونید تشکیلش بدید. تب بعدترش مربوط هست به ریسرچ. بچه ها اینو قبلا گفتم بازم میگم، وقتی بازی رو شروع کردید اول از هر چیزی میاید یکی دوتا ریسرچ مربوط به الکترونیک انجام میدید که ریسرچ سپید بگیرید. این پایین نوشته اینو اگر انجام بدیم 3% ریسرچ سپید میگیریم، پس اینو بعد انجام بدید، بعدش اینو بعد انجام بدید 4% ریسرچ سپید بگیرید. البته که علاوه بر اون یه سری چیزای دیگه هم بهتون میده ها، ولی خب اصلی ترینش گلوبالش اینه. شما یکی دو تا اینا رو انجام میدید، بعد میاد سراغ بخش اینداستری. این ریسرچ رو انجام میدید که تولیداتتون رو ببره بالاتر، اینو انجام میدید که کانستراکشن اسپیدتون
رو ببره بالاتر، سرعت ساخت و سازتون رو، و بعد اینکه اینا رو هم یه مقدار بردید جلو میتونید بیایید سر وقت جلوتر بردن اسلحه و ماشین و ساپورت کمپانیا و اینجور موارد. و بچه اینم بهتون بگم، ما یه پلیلیست کامل از آموزش و آرسافایرون توی چنلمون داریم، از بخش ریسرچ گرفته تا بخش دیزاین کردن تمپلیت، همه اینا رو من بهتون یاد دادم و هست، میتونید ویدیوهاشو ببینید. من دیگه توی این ویدیو بهتون دیزاین کردن تمپلیت رو قرار نیست یاد بدم، اوکی؟ این خودش یک ویدیوی جداگانه و مختصر رو مفید داره که توی چنل هست، میتونید ببینید، یا برای بخش ریسرچ هم حتی یه دونه داریم که اونا رو من دیگه اینجا بهتون یاد نمیدم. راجع به چیت های بازی هم یه ویدیو داریم که میتونید همه چیت های بازی رو از طریق اون ویدیو یاد بگیرید. همه اینها هم توی یک پلیلیست قرار دارن و خب میتونید خیلی راحت پیدا کنید. همین زیر این ویدیو فکر کنم این ویدیوها هستن، میتونید ببینید. ولی خب از اینا میگذریم، چون این آموزش یک آموزش جامعه و میخوام همه چیزو مختصر و مفید بهتون بگم. بخش ریسرچ رو بچه‌ها بهتون گفتم. گزینه‌ای که جدیداً به بازی اضافه شده اینترنشنال مارکت هست. از این بخش شما میتونید خرید و فروش نظامی داشته باشید، از کشور دیگه خرید کنید و بفروشید. الان چون اول بازیه، هنوز هیچ کشوری هیچ محصولی و اینجا برای فروش قرار نداده و خالیه. حالا من تایم بازی رو باز کردم، اینجا یکم محصول اضافه بشه تا بهتون یاد بدم. ولی خب اینم بخش خاصی نیست چندان، بهتون پیشنهاد میکنم ازش استفاده نکنید، چون توی بازی بهتون آسیب میزنه. قیمت خرید کالا اینجا خیلی بالاست. اگر میتونید تولید کنید و بفروشید، سراغ خرید برید، دهنتون سرویسه. ولی خب اینم میگذاریم، میریم سر وقت بخش ترید. از این تب ترید شما میتونید منابع کشور خودتون و کشورهای همسایتون رو ببینید. برای مثال قبل از حمله کردن به کشور میتونید ببینید که چه منابعی رو اون کشور داره، و علاوه بر اون میتونید واردات و صادرات هم داشته باشید. واردات توی بازی خیلی راحته، میاید از بخش پروداکشن میبینید که چیا کم دارید. اگه چیزی کم داشته باشید اینطوری منفی میخوره. ما الان دو واحد توی کشورمون آهن کم داریم، میایم چیکار میکنیم؟ میریم بخش ترید آهن یا همون استیل رو پیدا میکنیم و از این پایین تصمیم میگیریم که از کدوم کشور میخوایم واردش کنیم. بچه دقت کنید، کشورهایی که مثل امریکا محصور در آب هستن میشه گفت گزینه خوبی برای واردات نیستن، چون شما باید کشتی بفرستید برای آوردن اون منابع، اوکی؟ ولی مثلا با فرانسه ما مسیر زمینی داریم، دیگه نیاز نیست کشتی استفاده بشه. پس فرانسه گزینه بهتری هست نسبت به امریکا برای واردات آهن. روش کلیک میکنیم، اینجا چیز داریم، اینو میتونیم تصمیم بگیریم چند واحد میخوایم وارد کنیم. کمترین مقداری هم که میتونیم وارد بکنیم 8 تاست، و در قبال 8 واحد آهن یه دونه کارخونه مردمی باید به فرانسه بدیم. و هر وقتم کنسل کنیم واردات رو، برای مثلا ببینید من الان زدم وارد بشه، میام دوباره اینجا اینو صفر میکنم، سندو میزنم، کنسل میشه به همین راحتی و کارخونمون برمیگرده. این از بحث واردات. و اگر کشوری اینجا طوری بود، مثلا این طوری بود، نمیتونستید ازش وارد بکنید، احتمالاً اون کشور شما رو تحریم کرده. ولی خب اینم بگذاریم، بریم سر وقت بخش کانستراکشن که خیلی مهمه. توی بازی که اومدید بدون هیچ معطلی میایید توی تهران و اصفهان و حال همدان میزنید کارخونه مردمی، سیویلیان فکتوری. این باید براتون ساخته بشه. این کارخونه‌ای که میاد بقیه کارخونه ها رو برای شما میسازه. ما الان 5 تا سیویلیان فکتوری داریم، اوکی؟ بچه دقت کنید، من اگه الان بخوام کارخونه نظامی بسازم، اون 5 تا کارخونه مردمیه شروع میکنم به ساختن این یه دونه کارخونه نظامیه، اوکی؟ و هر چقدر کارخونه مردمی بیشتر باشه، مثلا 15 تا اگه داشته باشیم، 15 تاش همزمان اینو میسازن. پس بهتره که اینو اول به 10 تا 15 تا برسونیم، بعد بریم سراغ باقی موارد. پس اول دو سه تا از این میسازید، بعد میرید سراغ ملتیری فکتوری، و بعدش میرید سراغ جاده. خیلی ها میپرسن کاربرد جاده توی بازی چیه، چرا باید جاده ها رو تقویت کنیم؟ دلیلش اینه که ما الان از خوزستان 54 واحد نفت داریم استخراج میکنیم و لول جاده های خوزستان 3 هست.
اگر لول جاده های خوزستان به 4 ارتقا پیدا بکنه، 5 واحد نفت بیشتر میتونیم از خوزستان استخراج بکنیم. اگر یه لول دیگه بالاتر ببریم میشه 11 واحد نفت بیشتر. شما اول از هر چیزی توی استان هایی که منابع دارید باید جاده هاش رو مکس بکنید تا بتونید از ماکسیموم ظرفیت منابع اون استان به خوبی استفاده بکنید. و حالا برای باقی شهرها هم اگر جاده ها رو مکس کنید، نیروها راحت رفت و آمد میکنن و علاوه بر اون روی مصرف سوختتون هم صرفه جویی میشه بچه. اوکی، حتی توی خود بازی هم نوشته. و حالا روی رضایت مردم اینجور چیزها هم تاثیر داره. از بخش استیت بیلدینگز یه دو جاده داریم، دومی ایربیس فرودگاهه که هر جا خواستید هر چقدر خواستید بسازید. گزینه سوم آنتی ایره که من برای نشون دادن اینها باید اول چیت بزنم بچه ها. من چیت ریسرچ آل رو بچه ها زدم و الان دیگه باقی اینها هم باز باید شده باشه. چه باز نشده، همه ریسرچو که انجام شده. اوکی بچه ها، محدودیت ریسرچ برای بازی گذاشتن. یه سری از ریسرچ ها رو جلوتر از تایمشون نمیتونی باز کنی. برای مثال الان هنو انگار رادار کشف نشده و ما نمیتونیم رادار رو داشته باشیم. در هر صورت برگردیم سر وقت همون بخش کانستراکشن. بچه ببینید، آنتی ایر داریم تو بازی. آنتی ایر کمک میکنه که نیروی هوایی دشمن نتونه آسیب چندانی به شما بزنه، ولی برای ایران چیز خاصی توی نسخه دیفالت نیست. ولی ترجیح هم برای ساختن آنتی ایر رو توی مرز بسازید و حالا روی شهرهای مهم. ولی خب بیایم سراغ تپه پایینی، کاخون نظامی و مردمی رو که گفتم. یه دونه گزینه داکیارد دارید بچه ها. بچه ببینید، توی شهرهای دریاییتون، توی شهرهایی که ساحل دارن، کارخونه نظامی و مردمی نسازید، چون اسلات های اینجا رو پر میکنید. فردا روز میای اینجا بخوای داکیارد بسازی، میبینی اسلات نداری، پس نیرو دریایی هم نمیتونی داشته باشی. این شهرهای دریایی رو فقط برای داکیارد استفاده کنید. حالا داکیارد این وسط چیه؟ داکیارد چیزیه که شما ازش یه دونه توی فارس میسازی، بعد میای از بخش پروداکشن بیلد شیپ رو انتخاب میکنی و اون کشتی جنگی یا حالا غیر جنگی که میخوای رو میسازی به همین زیبایی. و خب برای ساخت کشتی جنگی هم الان محدودیت داریم، بازینه بذار بسازیم. اینو خیلی باز بلد نیستن. روی این گزینه کلیک میکنید، از اینجا پریست رو انتخاب میکنی و باید اکسپی داشته باشی برای سیو کردن، که حالا من چیت اکسپی رو هم میزنم و سیوش میکنم و میارمش. خیلی ها میان خودشون رو درگیر دیزاین این میکنن که آقا الان اینجا چی بذارم اونجا چی بذارم. بچه خود بازی پریست داره، از پریست ها استفاده بکنید. پریست های بازی ترجیحاً اون چیزی که شما دیزاین میکنی بهتره. حالا اینم از این موضوع. ولی خب بعد داکیارد شما یه دونه ساینتیک ریفاینری داری که این میاد چیکار میکنه؟ معادل فارسیش رو نمیدونم بهش بگم پتروشیمی یا نگم پتروشیمی، ولی چیزیه که از نفت میاد پلاستیک میسازه. ولی خب چیزیه که بهتون لاستیک میده. حالا در واقعیت این پلاستیک و اینجور چیزها رو کجا تولید میکنه؟ این همونه. و خب بیلد خیلی مهمیه، حتما بسازیدش تا بتونید از لاستیکی که بهتون میده استفاده بکنید، چون خیلی مهمه. افزون بر این شما یک گزینه فول سیلو دارید، یعنی سیلو سوختی. اوکی، ما الان ببین سوختمون مکسه، این بالا زده فول، ولی خب وقتی روش نگه داریم میاد بهمون نشون میده که 60,000 واحد ما سوخت داریم و این 60,000 واحد برای مثال 126 روز میتونه نیروی هوایی ما رو بگردونه یا 266 روز میتونه نیروی دریایی ما رو بگردونه، در حالتی که ما اصلا حتی نیروی دریایی هوایی نداریم. پس این خیلی بده. من میام دو تا ازش میسازم و اگه الان دقت کنید این بالا نوشته 30 روز و این یعنی چی؟ 30 روز دیگه قراره که سیلوهای سوختی ما فول بشن. و خب الان که این 30 روز گذشت ما 210,000 واحد سوخت داریم. حالا نمیدونم لیتر بهش بگم چی بگم، ولی خب الان این مقدار سوختی که داریم 7700 روز نیرو دریایی ما رو میگردونه. بازم میگم نیرو دریایی که هنوز نداریمش. این زمانی میتونه دقیق به ما توضیح بده که واقعا یه چیزی ساخته باشه. ما الان اصلا مملکتمون نیرو دریایی نداره، کشتی نداریم، ببین کنوای صفر.
صفر صفر، هیچی نداری. پس این موضوع هم بچه خیلی مهمه، بسازید ازش و زیاده روی نکنید. گزینه بعدی بچه مربوط هست به راکت سایت. راکت سایت چجوری کار میکنه؟ همون سایت موشکیه، اوکی، ولی خیلی ورژن ابتدایی تر. یه دونه توی تبریز برای مثال ما میسازیم و تایم رو باز میکنیم که ساخته بشه و بعد اینکه ساخته شد یه اینجور چیزی روی نقشه میاد. این خودش بچه رو اوتوماتیکلی واسهتون موشک تولید میکنه، نیازی است کار خاصی انجام بدید. اوکی، به مرور زمان خودش موشک تولید میکنه، البته به شرط اینکه انتخاب بکنید چه نوع موشکی میخواید و علاوه بر اون باید تکنولوژی موشک رو هم داشته باشید. ما الان صرفا تکنولوژی سایت موشکی رو داریم. 826 روز دیگه تازه بشر اصلا به اون جایی میرسه که بتونه تکنولوژیش رو استفاده بکنه. این چیزیه که توی آپدیت جدید به بازی اضافه شده و بازی توی بعضی از موارد محدود میکنه آدم رو. ولی در هر صورت بچه موشک این خودش این داداشمون اوتوماتیکلی میسازه، سلکت راکت رو میزنی، انتخاب میکنی چه نوع موشکی میخوای و اون جایی که میخوای، اون زونی هم که میخوای موشک ها پرتاب بشن رو انتخاب میکنی. تمام، این خودش کارش رو انجام میده. بریم سراغ بیلد بعدی که بیلد نیست، بخش کانورته. بچه ببینید، بخش کانورت سیستمش اینطوریه. ما توی استان تهران دو تا کارخونه مردمی داریم، یه دونه کارخونه نظامی. الان جنگ شده، کارخونه نظامی میخوایم، چیکار میکنیم؟ میایم کارخونه مردمیمون رو اینطوری رو نظامی کلیک میکنیم، یه دونه کارخونه مردمیمون رو تبدیل میکنه به کارخونه نظامی و به نسبت سریعتر انجام میشه تا اینکه بخوای کارخونه جدید بسازی. ولی کاریه که بهتون پیشنهاد نمیشه انجامش بدید، اوکی، ولی بحثیه که هست، گزینه‌ای که داری. و این تاب هم بچه کامل تموم شد و 35 دقیقه گذشته، باورم نمیشه که چه جوری دارم بهتون توضیح میدم. حالا نمیدونم وسطتون قرار بکشه که ببینید یا نه، ولی خب من ویدیوش رو وسطتون میذارم، هر کی هر جاشو خواست ببینه. میریم سراغ بخش پایینی. این پایین بچه گزینه سوپلی هاب رو داریم. سوپلی هاب مهمترین گزینه‌ای که اصلا اینجا هست. شما میخوای الان توی مرز تبریز با سوویت بجنگی. چجوری میخوای بجنگی؟ باید سلاح برسونی به اینجا، باید برای نیروهات غذا برسونی. الان ایران راه آهن شمال به جنوب رو داره ولی غرب به شرق و اینجور چیزا نداره. شما میای یه دون سوپلی هاب توی تبریز میسازی، این از این، این اینجا ساخته شد. بعد با گزینه بعدی یعنی با ریلوی کانکتش میکنی به تهران و الان سیستم ریلی ایران به این شکل از تهران ریل داریم به تبریز و نیروهای شما الان موقع جنگ توی مرز میتونن این از این ریلوی ها اینها استفاده بکنن دیگه. سلاح بهشون برسه، تجهیزات برسه، غذا برسه، اینها مهمه. شما برای این مثال الان اینجا نیرو بفرستی، چون سوپلی ها وجود نداره نیروهات میمیرن. برای ایران پیشنهاد میکنم که یک سوپلی هاب در تبریز، یکی در مشهد، یکی این پایین دم مرز توی سیستان و در نهایت یکی در اصفهان و یکی هم دم مرز افغانستان بسازید و در نهایت همه اینها رو با ریلوی به هم کانکت کنید. بهتون پیشنهاد میکنم بنادر جنوب رو هم با ریلوی به هم دیگه بچه کانکت کنید حتما. یه دونه بندر هم با این گزینه بهتون پیشنهاد میکنم توی چابهار بسازید، خیلی به مملکت کمک میکنه. اینطوری هم میتونید کانکتش کنید. تموم شد رفت. ولی این تمام موضوع نیست. الان ما ریلوی داریم، قطار هم داریم، ایستگاه راه آهن هم حتی بگیم داریم. برای مثال از تهران تجهیزات رفتن رسیدن به تبریز، اوکی، چجوری باید این توی منطقه پخش بشن؟ چجوری باید برای سربازامون توی جبهه ارسال بشن؟ با ماشین. باید به این سوپلی ها با ماشین بدیم. گزینه شیفت رو میگیرید بچه ها، چپ کلیک رو میزنید روی سوپلی ها و به این طریق به این سوپلی ها ماشین میدید و این کارش رو خیلی بهتر میکنه. و باید به نسبت نیازتون تصمیم بگیرید کجاها میخواید ماشین بدید، کجاها نمیخواید بدید، به همین زیبایی. و خب از این هم که بگذریم، این یکی هم که بندره بهتون یاد دادم، چیز خاصی نیست ولی خب حتما بسازید. گزینه بعدی بچه ها لندفورته. لندفورت چیه؟ لندفورت چیزیه که چجوری بهتون بگم، یه پناهگاه، انگار یک چیزیه که یه کاوریه برای نیروها توی جبهه. توی جبهه ها حتما بسازید، برای محافظت از شهرهای مهمتونم بسازید. اگر حس میکنید دشمن قراره بیاد برسه به تهران، توی تهران هم بساز. دو نوع لندفورت داریم، یکی برای زمینه، یکی برای دریاست. این هم توی مناطق دریایی میتونی بسازی. اینطوریه، چیز مهمی نیست چندان ولی خب برای دفاع خوبه. بخش آخر بچه، بخشیه که تازه به بازی اضافه شده و قبلا نبود.
توی آپدیت جدید به بازی اضافه شده. سیستم این مورد چجوریه بچه‌ها؟ سیستمش اینطوریه که شما میای توی بازی فسیلیتی میسازی. اوکی، فسیلیتی چیه؟ یه مرکز تحقیقاته. و با ساخت این مرکز تحقیقات، برای مثال من میام مرکز تحقیقات میسازم برای مهندسین نیروی دریایی. توی کجا؟ توی خوزستان. حتما هم باید توی خوزستان بسازم چون اینجاها دریا داریم، باقی شهرها نمیشه. با ساخت این فسیلیتی شما میتونی یک سری ریسرچ جدید انجام بدی. برای مثال من میام از این بخش روی این فسیلیتی کلیک میکنم، از اینجا کروزر سابمرین رو میتونم انتخاب بکنم، چیز جذابیه. برای انجام ریسرچش هم یه دونه فسیلیتی از ما میخواد، علاوه بر اون 360 روز هم قرار زمان ببره. روش کلیک میکنم بچه‌ها، من استارتش رو میزنم که چه اروری بهمون میده؟ یه دونه دانشمند واسش نیازه. اوکی، دانشمند کجا باید بیاریم؟ اینجا. روی این علاوه کلیک میکنیم، از این گزینه دانشمندا رو میاریم و در نهایت با استفاده از پولیتیکال پاوری که داریم اینو انتخابش میکنیم. برای مثال خانم حرمت زاهدی با من دانشمند میاریم توی فسیلیتیمون که انگار قبول هم نکرد. فکر کنم اشتباه انتخاب کردم، اصلا برای نیروی دریایی نبود. در هر صورت میرصفهانی برای نیروی دریایی، همین رو انتخاب میکنم و میارمش توی این فسیلیتی و میزنم که آقا کروزر سابمرین رو برای ما انجام بده. ولی این تمام موضوع هم نیست بچه‌ها، یعنی به این راحتی هم نمیشه. شما بعد ساخت فسیلیتی یه مقدار باید این افرادتون توی اونجا تحقیقات و اینها انجام بدن. برای مثال این باید این نوار سبز یک دور پر بشه. بعد اینکه یک دور پر شد شما میتونی اون موقع یه دونه انجام بدی، یعنی هم دانشمند میخوای، علاوه بر اون یک مقدار علمم میخوای. الان فسیلیتیه باید کار کنه یک مقدار علم و دانش رو به دست بیاری. سیستم قضیه اینطوریه. ولی چیزی که قراره برای ما باز کنه کروزر سابمرین، چیزیه که توی بازی اصلا وجود نداره، یه چیز خفنه. ببین کروزر کشتی جنگی ایناس، یه چی گنده اینه، مثلا این کروزر هاله. سابمرین زیر دریاییه و شما فکر کن یک چیزی قراره بسازه که هم زیر دریاییه و هم روی دریا میاد، ترکیب این دوتا، و این یک چیز خفنه که با این بخش میشه بهش رسید. از این خفن تراش هم هست تورپدو کروزر اینجا ما داریم که این خیلی خفنه، یا برای مثال سوپر هیوی بتل شیپ رو داریم، خیلی خفنه. و حالا گزینه‌های اینچنینی بسیاری اینجا وجود داره. برای نیروی دریایی هست، میتونید فسیلیتی اتمی بسازید. بذار من یه دونش رو تو اصفهان بسازم. برای مثال این فسیلیتی اتمی ماست و برای مثال میتونیم باش نیروگاه هسته‌ای رو آنلک کنیم. حالا برای ایران چیز خاصی نداره، ولی برای کشورهای دیگه بهتر اوزش. فسیلیتی نیروی هوایی رو هم یک چک بکنیم بچه‌ها، که به همون بمبرهای خیلی خفنی میده. جت انجین میتونیم واکنیم، هلیکوپتر میتونیم واکنیم، رادار رو اینجا میتونیم واکنیم. برای مثال بچه‌ها بهتون میگم، اوکی الان ما اینجا میتونیم از طریق این فسیلیتی هلیکوپتر واکنیم، در صورتی که توی این سال‌ها چیزی تحت عنوان هلیکوپتر وجود نداشته. وگه دقت کنید ما اصلا بخش ریسرچ گزینه تحت عنوان هلیکوپتر نداریم، همشون جتن، میدونی هواپیمان. ولی اگه هلیکوپتر بخوایم باید از طریق فسیلیتی، از طریق دانشمندا واکنیم. این بخش جدیدیه که به بازی اضافه شده و خیلی خفنه. برای نیروی زمینی هم فسیلیتی میتونیم داشته باشیم که یک سری چیزای خفن میده. برای مثال تانکای فلیمی میده، تانکایی که آتیش میزنن، این خیلی خفنه. این توی بتلفیلد من بازی کردم، یادم خیلی چیز خفنیه. تکنولوژیش رو هم توی جنگ جهانی آلمان داشت. علاوه بر اون هم خیلی چیزای خفن دیگه هم اینجا میتونید به دست بیارید. پس این بخش فسیلیتی هم حتما بهش دقت کنید، ولی خب مواردی هم که گفتم مهمه دیگه. باید بیای از این بخش یک دانشمند اول استخدام بکنی، از اینجا بعد مهلت بدی اینها یه مقدار تحقیق کنن، این درصدش پر بشه، علم به دست بیاری، پوینت به دست بیاری، بعد اون پوینت رو خرج چیزی که میخوای بکنی. سیستم قضیه اینطوریه بچه ها. و خب تبریک عرض میکنم، بخش کانسترکشنمون تموم شد. بریم سر وقت بخش پروداکشن. بخش پروداکشن بخش مهمیه بچه ها. از اینجاها میتونید چیزایی که میخواید رو تولید بکنید، اسلحه، قطار، ماشین. چجوری باید بفهمید که چی رو باید تولید کنید؟ باید بیاید از این بخش، بخش لوجستیک کلیک کنید ببینید چیا کم دارید. الان ما تراک 60 تا کم داریم.
اوکی، این برای مثال اصله هست، داره میگه که 27 تا داری تولید میکنی، 6800 تام توی انبارات داری. اوکی، یعنی مشکل اصله ما توی کشور نداری، ولی تراک تولیدش صفره، 60 تام کم داریم باید تولید بشه. از اون ور قطار تولیدش صفره، 61 هم کم داریم. علاوه بر اون از این نوع هواپیماهای ترانسپورت تولیدش صفره، 28 کم داریم. این پس موضوعی که باید بهش دقت کنید دیگه، از اینجا باید چک کنید ببینید چیا کم دارید که تولیدش کنید. این از پیمان صدوباد که اکسپتش میکنیم. ولی خب بریم سراغ بخش پروداکشن. برای مثلا ما الان فهمیدیم که اصلا نیاز نداریم. چی نیاز داریم بچه‌ها؟ ماشین نیاز داریم. پس میایم ماشین تولید میکنیم. دقت کنید این ماشین نیست، ماشین اینه، تراک نوشته. روش کلیک میکنیم، این تب میاد. شما تا یک جایی از بازی ظرفیت داری که از شرکت‌های میشه گفت کشورت استفاده بکنی. این موضوع روی ایران یک مقدار بی‌معنیه، توی آلمان مثلا خیلی معنی میده، ولی به طور کلی خیلی ساده میخوام اینجا رو براتون بیان کنم. میخوای ماشین تولید کنی، اینجا میاد، روی این کلیک میکنی. ولی از یه جایی به بعد وقتی دیگه میخوای ماشین تولید کنی، دیگه این گزینه واسات کار نمیکنه، چون ظرفیت این کارخونه پره. پس رو این کلیک میکنی. فرق چندانی هم با هم ندارن. اون گزینه اولیه یک مقدار سرعت تولیدش بالاتره. در هر صورت آقا گفتم دیگه هر چی میخواید این بخش خیلی راحت تولید میکنی. ولی علاوه بر اینها ممکنه بچه کرمتون بگیره بگید این گزینه که این بغل وجود داره چیه؟ ببینید، با کلیک کردن رو این گزینه شما میتونید میزان آرمور یا قدرت انجین یا پروداکشن کاست این موارد این ماشین رو میتونه انگول کنی. برای مثال انجین این ماشین رو اگر قوی تر کنیم سرعتش میره بالاتر. ببین هر چقدر میبرم بالاتر سرعتش رو 14 کیلومتر در ساعت، در صورتی که توی لول 1 12 کیلومتر بود. ما میتونیم انجین رو قوی تر کنیم ولی پروداکشن کاست هم میره بالاتر. یا جدای از اون ما میتونیم آرمور رو قوی تر کنیم ولی اسپید میاد پایین تر، پروداکشن کاست هم باز میره بالاتر. پس اینجا باید یک بالانسی رو رعایت بکنید دیگه بچه‌ها. تموم شد و رفت. بخش دومم که مربوط به تانک، از اینجا هم کلیک میکنی، پریست انتخاب میکنی، سیو رو میزنی و تولید میکنی. انگول نکنید اگر بلد نیستید بخواید خودتون از بین این همه گزینه چیزی رو انتخاب کنید. منم اگه بخوام یاد بدم تا فردا شب طول میکشه، یک ساعت دارم ویدیو رکورد میکنم، منو نصف آموزشم ندادم، ولی میخوام واقعا دیگه کامل ترین آموزش ممکنه این بازی رو واسهتون بذارم. و خب سر این موضوع گفتم پریست انتخاب کنید، فقط و فقط همین. این هم مربوط به تانک. برای نیرو هوایی هم همینه، شما باید پریست انتخاب بکنید توی بعضی از موارد، توی بعضی از موارد هم نمیخواد. ولی این علامت رو میبینید اینجا، این علامتی که اینجا هست، این علامت اگر بود یعنی از این هواپیما فقط برای نیروی دریایی میشه استفاده کرد و از طریق فرودگاه‌های معمولی نمیتونه پرواز کنه. اینم از این تموم شد رفت. این یکی هم که مربوط هست به بیلد شیپ، کشتی که میخواید رو انتخاب میکنید، پریستش رو میزنید و تمام. به همین زیبایی و راحتی. اگر یک کشتی هم بچه پریستش موجود نبود، اوکی، یعنی گزینه پریست نداشتید واسهش، میتونید توی یوتیوب اسمش رو سرچ کنید و پریستش رو ببینید. ولی از اون بر بچه بخش تولیدات دریایی یک موضوعی که داره، اولیش اینه که اگه کریر داری تولید میکنی میتونی همزمان بزنی روش فایتر هم واسهت تولید بشه. برای مثال این کریر 8 تا میتونه فایتر داشته باشه، ما الان زیاد زدیم، میزنم که 8 روش تولید بشه، 8 تا باشه. ولی علاوه بر اون اینجا نوشته cannot deploy. چرا؟ این موضوع عجیبه ولی اوکی ظرفیتمون پر شده بچه. من فکر کنم بخاطر چیتی که زدم بازی به مشکل خورده و یه بند داره برامون کریر میده. این موضوع عجیبی. آره این مربوط به اینه و دیپلوی هم داره میکنه، اصلا ربطی به چیزی نداره. این به خاطر چیت آیسیه بچه. من چون چیت آیسی رو زدم که کانسترکشن سریع ساخته بشم بهتون یاد بدم، این اتفاق افتاد. ولی خب مهمم نیست. از بخش پروداکشن هم بچه بگذاریم. او یه دو گزینه هم داریم، نوال روپیر که کیو به من یه صف فکر کنم بشه، نمیدونم. ولی خب ببینید، شما باید از داکیاردهایی که میسازی برای تولیدات دریایی، از اون داکیاردها برای تعمیرات دریایی هم استفاده کنید. این گزینه مربوط به چیه بچه؟ شما باید از اینجا یه کیوی هم در نظر بگیری برای تعمیرات، چون کشتی رو میفرستی دریا، دشمن میزنه، تعمیر میخواد و شما باید یک ظرفیتی رو مشخص کنی
که تعمیر بشن اون کشتی‌ها، دوباره بتونن به عرصه برگردن. اگر اینو نداشته باشی کشتیات میرن، غرق میشن، تموم میشه. از اینجا هم میتونی انتخاب بکنی که یک بندر اولویتش چی باشه. ببین با کلیک کردن رو این، برای مثلا میتونی اولویتش رو برای تعمیر روی های بذاری، یا میتونی برای تعمیر روی لو بذاری. اینطوری برای تولید میره روی های. یک مقدار عجیب غریب شد، ولی خب امیدوارم یاد گرفته باشید. پروداکشنمون هم تموم شد، بریم برای تولید نیرو. بهتون یاد نمیدم، ویدیوش هست کامل کامل، میتونید برید ببینید. میذارم این بالا ماساتون میذارم، اگه تا اینجا دیدی و میخوای اینو یاد بگیری برو اونو ببین. و خب اینم که بگذریم، لوجستیک رو هم بهتون گفتم، هیچ چیز خاصی اینجا نیست بچه، فقط و فقط همین. ولی یه گزینه جذابی که اینجا داره، میتونید اولویت سوخت رسانی رو انتخاب بکنید. برای مثال ما میایم سوخت رسانی نیروی هوایی رو روی حالت لو میذاریم، نیروی زمینی رو روی حالت های میذاریم که اول سوخت بره نیروی زمینی رو تامین کنه، بعد نیروی دریایی، در نهایت نیروی هوایی. اینطوری حالا شما میتونید برعکسش بچینید هر طوری که دوست دارید. بعد بخش لوجستیک هم یک بخش داریم به اسم آفیسر کورپس. اینجا مربوط به چیه؟ مربوط به سران ارتش بچه. 4 تا اسلات خالی این بالا دارید که سران ارتشتون رو بسته به نیازتون انتخاب میکنید. دیویژن ریکاوری ریت میخوای، میرافخمی رو بیار. نمیدونم علی رزمارا رو بیار، اورگانایزیشن بگیر. یا حالا باقی موارد. این 4 تا رو این بالا انتخاب میکنید. علاوه بر اینها یه گزینه این شکلی این بغل داری. این مربوط هست به نحوه جنگیدن نیروها، به اون استراتژی جنگیشون. میتونی انتخاب بکنی که نیروهات میخوای همیشه روی حالت اتک باشن یا میخوای روی حالت دیفند باشن. و افزون بر اون شما میتونی ببینی دیگه، برای مثال روی این حالت، برای مثال توی این حالت نیروها 50% سرعت بالایی دارن و 15% اتک هم میگیرن، 15% هم از دیفنسشون کم میشه. یا حالا توی موارد دیگه، برای مثال روی این 15% فقط اسپید چیز دارن، چی میشه بهش گفت، را رفتن دارن، ولی خب 20% به اتکشون اضافه میشه. و حالا باقی موارد هم به این شکل. شما اینا رو باید انتخاب بکنی توی جنگ ببینی. با گفتن من اتفاق خاصی وسط نمیفته. اینم از این بخش بچه‌ها. میریم سراغ بخش‌های پایینی. آقا شما باید یه دونه فرمانده کل برای هر قوا انتخاب بکنی، دریایی، هوایی، زمینی. اوکی، فرمانده کل رو باید بر اساس نیازی که داری انتخاب بکنی. برای مثال برای نیروی زمینی حسن مجید فیروز رو داریم، عبدالرزاق افخمی رو داریم. باز اینها هر کدوم یه بانسی میدن. این آرمی اکسپریانس گین میده، دیورژن اتک هم میده، این یکی دیورژن اورگانایزیشن میده، آرمی اکسپریانس گین هم میده. و خب شما باید ببینی کدوم رو میخوای بسته به نیازت. پایین این گزینه بچه شما اسپریت میتونی انتخاب بکنی. اوکی، اسپریت های مختلفی هم بازی باز داره، باید اینها رو دیگه واقعا بسته به نیاز انتخاب بکنی. ولی من اگه بخوام راهنمایی بکنم میگم آقا این گزینه رو بردار که پلنینگ اسپید بگیری، یا میگم آقا این بخش مثلا رزرو آفیسر رو بردار 15% از زمان آموزش نیروهای جدیدت کمتر بشه، یا فیکسیبل اورگانایزیشن رو داری که دیورژن اسپید میده، اینم خفنه. یا برای مثال از این بخش بولدتک رو بردار که آفیسرت، فرماندهت، شانس این رو 50% برای لول اپ داشته باشه. یا علاوه بر همه اینها، برای مثال این یکی خیلی بهتره، اینم هست. و گزینه‌های زیاد خفن اینجا هست. گفتم دیگه باید یه مقدار بازی رو بلد باشی ببینی که چی میخوای. برای نیروی دریایی هم همینه، برای نیروی هوایی هم همینه، برای اسپشیال فورس هم همینه. ولی بچه یه گزینه دیگه بود که بهتون نگفتم، اونم ایناست. روی مال نیروی زمینی کلیک میکنی، ببینید من چیت زدم همه اینا پر شده. اوکی، چون چیت ریسرچ زدم همه اینا پره. شما به طور اصولی توی بازی یکی از این تبارا میتونید تا ته ببری جلو که بسته به نیازت باید انتخاب بکنی. اگر آرتلری میخوای پلی بدی اینو انتخاب کن، اگر میخوای ماشینی پلی بدی اینو انتخاب کن، چه بدونم اگر میخوای میکس پلی بدی باید گزینه‌های میکس رو انجام بدی. این آخری برای مثال از آلت دکتوریانه، برای مثال خوبه، خوبه، این همشون خوبن. اوکی، همشون خوبن، بسته به نیاز انتخاب بکنید دیگه. من ترجیحاً این اولی رو همیشه پیشنهاد میدم، موبایل وای فای رو. برای نیروی دریایی هم همیشه میشه گفت وسطی رو من پیشنهاد میدم، اولی هم خوبه، سومیو من حال نمی کنم، بیس استرایک دیگه، این برای حملات گسترده خوبه. برای مثال برای گزینه سوم هم باتلفیلد ساپورت خوبه، استراتژی استراکشن هم خوبه.
بین این دوتا انتخاب بکنید. اگر میخواید بمباران کنید این بهتره، اگر میخواید ساپورت کنید نیروی هواییتون توی میادین جنگ این یکی بهتره. دیگه باید ببینید چیکار میخواید. و در نهایت تموم شد و رفت. یک ساعت و نیم گذشته و من فشارم افتاده، ولی امیدوارم که یاد گرفته باشید. ولی خب بچه من یک چیز جدید هم میخوام بهتون یاد بدم، فقط واسهش باید یک مقدار بمبر اول تولید کنم. ولی خب تا بمبر دارن تولید میشم بریم سراغ باقی آموزشم. تبای پایین رو بهتون یاد دادم، تبای بالا هنوز مونده. گزینه اول پولیتیکال پاوره. پولیتیکال پاور به قدرتی که شما برای انجام دادن کارهای پولیتیک سیاسی نمیدونم چجوری بهتون بگم، قدرتیه که برای انجام دادن اون کارها دارید. بیشتر اوقات پولیتیکال پاور برای بخش دیسیژن استفاده میشه، ولی به طور اصولی برای اکثر بخش‌ها یه مقدار زیاده. خود بازی هم دیفالت بهتون یه مقدار پولیتیکال پاور میده. گزینه بعدی استابیلیتیه. یعنی چی؟ یعنی اون ثبات جامعه. الان ثبات جامعه ما 60% و نه خوبه نه بد، و خود بازی هم داره بهمون نشون میده که از چه چیزهایی داریم استابیلیتی به دست میاریم. برای مثال این که ما داکیارد آوتپوت داریم، این که داریم نیروی دریایی تولید میکنیم، ملت دارن باهاش حال میکنن و ثبات جامعه همون رو اصلا برده بالاتر. یا برای مثال 15% پولیتیکال پاور داریم برای محبوبیت حکومت میگیریم. حکومت نزد مردم محبوبه. استابیلیتی قشنگ مربوطه به مردم، یعنی مردم میدن به حکومت. گزینه بعدی وار ساپورته. میزان حمایت مردم از جنگ رو نشون میده. اوکی؟ مستقیما میزان حمایت مردم و نظامیان از جنگ. الان برای مثلا 52%، زیاد عدد جالبی نیست. ولی خب این مورد بسته به موارد مختلف تغییر میکنه. برای مثال شما اگه بخوای به یک کشور حمله کنی، ممکنه وار ساپورت بیاد پایین، مردم بگن چرا. ولی اگه یک کشور دیگه حمله کنه، ممکنه مردم بخوام بیان دفاع کنن و وار ساپورت بره بالاتر. در هر صورت اینم اینجا میتونید ببینید که از چه چیزهایی دارید وار ساپورت میگیرید. گزینه بعدی بچه من پاوره. من پاور استفاده مختلفی داره. برای تولید نیرو ازش استفاده میشه، برای نیروی هوایی، برای فسیلیتی ها، برای نیروی دریایی، همه چیز. مردم هم دیگه، جمعیتتونه. بعد من پاور رو بالا نگه دارید به هر طریقی که هست. این یکی گزینه مربوط به تعداد کارخونه هاست. این سوخته، این لوجستیکه که از اینجا ببینید بهتره تا اینکه اینجا ببینید. و در نهایت اینم تعداد کنوای های شماست. کنوای چیه؟ همون ناوه. یا چجوری بهتون بگم؟ کنوای کشتی باربریه. اینطوری بگم بهتره. این بغل هم 4 تا گزینه دارید. این ستاره ها اکسپریانس هن، تجارب شما هستن. برای مثال 371 ستاره تجربه از ارتش داریم. اوکی. 400 تا از نیوی، 400 تا از نیروی هوایی. اینا رو میشه توی بخش آفیسر کرپس برای خرید اینا خرج کرد. هر کدوم از اینها 300-400 تا میخواد. از اینم که بچه بگذاریم، میایم میرسیم به این گزینه های پایینی. اینها بچه اخطارهای بازی هستن، اینها اعلانات بازی هستن. نمیدونم چجوری بهتون بگم، نوتیفیکیشن ها انگار. برای مثال داره میگه که ریسرچ اسلاتت خالیه، دوتا ریسرچ جدید بزن انجام بشه. به محض اینکه دوتا ریسرچ جدید بزنی این میره. این یکی چی میگه؟ میگه آقا تولیدات نظامیت درست نیستن. گزینه بعدی میگه گورنمنت رو تشکیل بده. اون یکی میگه آقا اینا رو تکمیل کن، که اینا رو هم بذار بهتون یاد بدم. شما یه سری کارخونه بچا دارید، به مرور زمان اون کارخونه ها پوینت به دست بیارن و از طریق اون پوینت ها میتونید تولیدات اون کارخونه ها رو ارتقا بدید. برای مثال یک کارخونه داریم که برای ما تولیدات دریایی انجام میده. اوکی، اون برند ماست. نمیدونم چجوری بهتون بگم، شما ممکنه 100 تا کارخونه دریایی داشته باشی، ولی در واقع یک کارخونه نظامی اصلیته، یه برندته، اون اصلی است. که این تنظیمات هم مربوط به همون اصلی است. برای مثال الان ما 10 تا پوینت داریم، میتونیم چیکارش کنیم؟ میتونیم بیایم اینجا اینو بزنیم، یه دونه پوینت رو خرج این کنیم که ساب دیتکشن بگیریم 5 تا برای اسکرین هامون، و بعدش میتونیم بیایم پایین تر باز یه دونه پوینت خرج کنیم، بازم ساب دیتکشن بگیریم. این پوینت ها باید خرج بشن بچه. خب اینو بذار بهتر بهتون یاد بدم دیگه. به طور کلی بچه، شما با کلیک کردن رو این گزینه و باستن این تب، اینجا واسهتون باز میشه. شما اینجا شرکت های مختلفتو میبینی. برای مثال شرکت اسکورت شیپ داری، برای مثال شرکت جنرال ایرکرافت داری، برای مثال شرکت تانک داری، شرکت آرتلری داری.
اوکی. هر کدوم از اینا یه گزینه دیتیل هم دارن بغلشون. برای مثال شرکت ایرکرافت گزینه دیتیل داره، 9 تا پوینت داریم اینجا، میتونیم پوینتو خرج این بکنیم که به همون چی بیاد بده. اینو خیلی ها بهش توجه نمیکنن، اینا رو انجام نمیدن، این پوینت هاشون رو خرج نمیکنن، تو آپدیت جدید اضافه شده و خیلی ها بهش دقت نمیکنن. میتونید حتی برای شرکت هاتون پالیسی انتخاب بکنید بچه‌ها. پالیسی ها هزینه چندانی هم ندارن، با 25 پولیتیکال پاور انجام میشن و در مقابل برای مثال چیزهای خفنی بهتون میدن. با انجام دادن این آخری اورگانایزیشن ریسرچ بونس میگیرید برای میلتری اندستریال. به طور کلی آقا اینا رو انجام بدید، یک موردش رو انجام بدید، این پایین بذارید باشه، باقی اینها رو هم همش رو انجام بدید، پوینت هاتون رو کامل خرج کنید. با انجام دادن اینها اتفاقی که واسهتون میفته بچه چیه؟ اینه که از بخش پروداکشن شما میای اینجا آرتلری رو انتخاب میکنی، این گزینه واسهت باز میشه، این خیلی خفنه. با زدن این مورد خیلی آرتلریات قوی تر میشن، دیفنسش 16 تا میره بالا، سافت اتکش میره بالا و این خیلی خفنه. حالا دیگه اینجای بازی یه مقدار تخصصی شده، بچه‌ای که تازه کار باشن یه مقدار زمان میبره اینا رو یاد بگیرن، ولی در هر صورت این بخش خیلی مهمه، حتما اینا رو انجام بدید. برای شرکت هاتون پالیسی انتخاب کنید، پوینت هاتون رو خرج بکنید، پوینت ها به مرور زمان شارژ میشن بچه‌ها، اصلا نگران چیزی نباشید. جدای از این موضوع این بالا باز هم ارورای دیگه داریم دیگه، داره میگه که برای مثال بزن سیویلیان فکتوریت خالیه، بزن چیز نیست بساز، یا این یکی میگه منابع کم بود داری، یا این آخری هم میگه که آقا من پاورت کمه دیگه، تموم شد رفت. تمام اینا رو بهتون گفتم. یه دونه موضوع بچه موند، اونم اینه که اینجا گاورمنت اوکی کنید، سری میگم بره پی کارش. اینجا میتونید محبوبیت حزب حاکم رو ببینید، برای این مثال پهلوی الان محبوبیت 100% داره. این پایین سه تا گزینه دارید، این دوتا رو فعلا نداریم، این دوتا هر وقت حرفه‌ای شد خودتون میفهمید چیه، ولی این اولی رو داریم که بهمون اعتراضات کشور رو نشون میده، اگر اعتراضی باشه اینجاها رو قرمز نشون میده و بهتون پیشنهاد میکنم برای سرکوب اعتراضات حتما از سیکرت پلیس استفاده کنید، بهترین گزینه است. سراغ هیچ کدوم نرید و نپرسید چرا، سیکرت پلیس رو بزنید و تمام. جدای از اون، از بخش لایحه و گورنمنت، شما میتونید با گزینه اول سربازگیری رو انتخاب بکنید که ما منپاور کم داریم پس سربازگیری رو میبریم بالاتر. گزینه های دیگرش فعلا باز نیست. چرا؟ چون اصلا فعلا نیاز نیست. برای اینکه بتونید سربازگیری رو سخت گیرانه تر بکنید باید توی جنگ باشید، باید وار ساپورتتون بالا باشه، ملت حمایت بیشتری از جنگ بکنن، به عوامل زیادی بستگی داره، ولی فعلا میتونیم روی این حالت بزنیم. گزینه دوم مربوط هست به قوانین ترید. برای مثال گزینه اول فری تریده، توی این حالت 80% از منابع کشور صادر میشه، ولی در مقابل 15% کانستراکشن سپید، 10% ریسرچ سپید، 15% فکتوری اتپود، اینا رو میگیرید. گزینه دومی که الان روی مملکت ما هست اکسپورت فوکسه، محدود داریم صادر میکنیم. اوکی، گزینه اول صادرات آزاد و نامحدوده، این گزینه که ما هستیم محدوده، فقط 50% داریم صادر میکنیم و اگه دقت کنید فقط 10% هم کانستراکشن اسپید میگیریم. هر چقدر هم صادرات رو کمتر بکنیم این بانس ها رو از دست میدیم، ولی خب در مقابل منابعمون دست خودمون میمونه که حالا باید تصمیم بگیرید که کدوم رو ترجیح میدید. گزینه سوم مربوط هست به حالت اکونومی کشور، اینکه کشور روی حالت عادی باشه، برای جنگ آماده باشه، برای جنگ توتال موبیلیزیشن باشه، چی باشه، اینجا انتخاب میکنید. برای مثلا میخوای کشور رو برای جنگ آماده بکنی، این گزینه رو برمیداری، ولی وقتی که وارد جنگ شدی میبری روی وار اکونومی، و وقتی که دیگه باید با تمام قوا بجنگی که دیگه نبازی کشورتو میذاری روی توتال موبیلیزیشن که تولیدات نظامی رو قشنگ میبره بالا، کانستراکشن اسپید هم میگیری برای میلیتری فکتوری و دیگه بازی یک شانسی بهت میده که بازی رو جمع کنی. از بخش پولیتیکال ادوایزرم، بسته به نیازتون انتخاب کنید، دیگه من نمیتونم اینا رو بهتون یاد بدم، ولی توی ویدیو آموزشی قبلی همه اینا رو بهتون یاد داده بودم که میتونید بدید اونم ببینید. جدای از اینها، بخش پایین اینجا مربوط هست به همون کارخونه هایی که گفتم. ایران کارخونه خاصی نداره، برای هر چیزی یه دونه کارخونه داره. برای مثال اگر آلمان بود کارخونه تانک سازیش بنز بود، ایران نداره، یه چیزی علکی همینطوری گذاشته که شما همینو باید انتخاب بکنی که حالا گزینش هم نمیده، صرفا میتونی به بخش دیتیلش دسترسی داشته باشی. این برای کل موضوع همینه بچه ها، ولی در نهایت این بخشم بسته شد چون قبلا بهتون گفتم کلشو.
حالا یه تئوریست هم میتونید انتخاب کنید بسته به نیازتون، ولی در نهایت بخش پایین هم مربوط هست به میلتری استاف که توی بخش آفیسر کورپس بهتون یاد دادمش. به طور کلی بچه همه چیزو بهتون گفتم، ولی پیر من در اومد. امیدوارم که چیزهایی که باید رو یاد گرفته باشید جدی و هنوز خیلی از چیزای این بازی باقی مونده. نمیدونم چی کار کنم، 1.5 ساعت که دارم ویدیو واسهتون میگیرم و هنوز به جایی نرسیدم. عجیب ترین چیزه، ولی از اونجایی که میخوام این ویدیو کامل ترین باشه یه استراحت میکنم برمیگردم. و خب بچه ها بریم سراغ موضوعات دیگه بازی. تا اینجای کار خیلی چیزها رو بهتون یاد دادم، خیلی چیزهای دیگه هنوز مونده. بیایم این پایین بچه ها. این پایین تب جنرال ماست، تب مربوط به ارتش. الان کشور ما 3 واحد نیرو داره، اینا رو انتخابش میکنیم. این به علاوه راستیه رو میزنیم چپیه، نه ها، راستیه رو میزنیم میدیمشون دست یه دونه کاماندر آیه حسن عرفا. بعد اینکه این نیروها رو دادیم دست آیه حسن عرفا، میتونیم روی این علاوه هم کلیک کنیم و یه دونه سردشگر هم روی کار بیاریم. ایران یه دونه بیشتر کاماندر نداره، ولی فیلد کاماندر میتونید بیارید. فقط کافیه که روی این گزینه کلیک کنید، یکی رو پروموت کنید با استفاده از سی پی آی که دارید و بعد اون این فرد حاضر قرار بشه در ارتش شما. و خب بچه‌ها شما هر کسی رو پروموت کنی دیگه سرلشکر میشه، دیگه کاماندر معمولی نیست. نمیتونی واحد نیرو دستش بدی، باید لشگر دستش بدی. امیدوارم متوجه بشید. در هر صورت اینم که بگذاریم، بریم سراغ مدال دادن. شما در بازی میتونید مدال بدید، روی دیتیل کلیک کنید، از اینجا میتونید مدال بدید. بسته به چی؟ بسته به نیازی که دارید اولا، که اینم باز یک مقدار حرفه‌ای بودن در بازی رو میخواد. اورگانایزیشن فرست رو مثلا میدیم به حسن عرفا، این یکی هم میدیم. و علاوه بر اون مربوط هست به اسکیل خود اون کاماندر. کاماندر هر چقدر که بجنگه، هر چقدر که تمرین کنه، یه نواری اینجا هست، این پر میشه و بعد میتونید که بهش مدال بدید. بسته به عمل کردش، بسته به اون کاری که برای مثال میکنه. برای مثال هر مدال یک سری شرایط خاص داره که شما باید بخونید، با اون کاماندر اون کارها رو انجام بدید و در نهایت اون مدال رو هم بدید. برای مثال وقتی که ما تانک بدیم دست حسن عرفا، نمیتونیم مدال کاورلی یا همون سوار نظام اسبی رو بهش بدیم، چون این مربوطه هست به اسب. بخش آفیسر کورپس رول هم داریم که اینم به مرور تو خود بازی باز میشه بسته به اسکیل های اون کاماندر. برای مثال وقتی شما از حسن عرفا برای تانک استفاده بکنی، اتوماتیکلی این مورد واسط باز میشه که بهش بدی. و اینم از این به همین زیبایی و سادگی. ولی بچه موضوع مهمی که هست، همیشه روی سرلشکر یا کاماندرتون کلیک کنید و بهش برای موتورایزیشن ماشین بدید، و اگر ماشین نداشتی تولید کنید، نذارید پیاده بمونن یا با اسب این بر اون بر برن. این هم تو دیفالت بازی، هم توی باقی موارد مهمه که ماشین بدید بهش. از اینم که بچه بگذریم، وقتی روی یک کاماندر کلیک کنیم گزینه های مختلفی باز میشه. گزینه اول مربوط هست به تمرین، نیروها تمرین میکنن و توی این حالت تلفات جانی نمیدید، ولی از اسلحه هاتون کم میشه. برای این موضوع یک مقدار از لوجستیکتون کم میشه، ولی در مقابل هم نیروهاتون پخته تر میشن، لول اپ میشن، چون هر نیرو هم مثل کاماندر یه بخشی داره که برای مثال میتونی پروموتش کنی، یا برای مثال میتونی از بین نیروهات اون آفیسر خوبش رو بکشی بیرون، پروموتش کنی، جنرالش کنی. این گزینه ها هست افزون بر این که شما میتونی مدال به نیروها هم بدی. برای مثال اگه اینجا بخش هیستوری داری شما، اگر نیروهات یک کار گنده ای انجام بدن توی یک جنگ، توی این بخش هیستوری میاره و مینویسه که آقا این یگان، این لشگر، این کار خفن رو انجام داده، و خب بهش مدال بده از این بابت. و اینم هست، حالا جدای از همه اینها، شما این بخش تمرین رو داری و میتونی هر وقت خواستی بزنی تمرین کنن. وقتی که نیروها تمرین کنن از سلامتشون کم میشه، به مدت میشه گفت کمی، و اگه دقت کنی این هلس کنارشون سبز خالی شده، تمرین رو کنسل کنم شروع میشه به پر شدن. و خب شما باید حواستون جمع باشه دیگه، وقتی میخواید وارد جنگ بشید، از 1 ماه مونده به جنگ
تمرین رو کنسل بکنید. گزینه بعدی مربوط هست به سرعت حرکت نیروها، مربوط هست به سرعت ریسکش. توی این حالات نیروها خیلی سریع عمل میکنن ولی تلفات بالایی هم خواهید داشت، خیلی قرار شهید بدید. روی این حالات با سرعت خیلی کم پیش میرن، زیاد وارد درگیری نمیشن، ولی خب تلفاتتون هم کمتره، چیز میزای کمتری هم مصرف میشه توی جنگ. گزینه بعدی بچه مربوط هست به چینش نیروها در مرز. میخوام با استفاده از فرانت لاین نیروها رو اینجا بکشم تا اون بالا بیارم. ببین زرد میشه دیگه، قرمز میشه، میگی که آقا دیگه نمیتونی بیشتر از این بیاری. کلن چون سه واحد نیرو داری، سه تیکه از مرز رو هم میتونی باهاش پوشش بدی، نهایتاً چهار تیکه. اوکی، ولی شما میتونید از این بخش بیای بذاری روی این حالت و الان میتونید ببینید که 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا میشه گفت تیکه یا بخش رو این نیروها میتونن ساپورت کنن. این مربوط هست به این که آقا در هر چقدر فاصله چند واحد نیرو باشه. اوکی، امیدوارم متوجه این بخش هم شده باشید. گزینه بعدی مربوط هست به انتقال نیرو با دریا. گزینه بعدیش هم همینطور. گزینه بعدترش مربوط هست به نیروی هوایی و پارتروپر و این قضایه که اینا بمانه. گزینه بعدی فرانت لاینه. یک کلیک ساده بکنی مرز کشور رو میگیره کامل، ولی با راست کلیک اگر بکشی میتونی روی مثلا اون منطقه دلخواهت فقط ست کنی. برای مثال میخوام نیروهامو فقط روی این منطقه ست باشن، این برا خالی باشن، ولی اگر چپ کلیک کنید کل مرز رو میگیره. بعد از اینکه فرانت لاین مشخص کنید روی کشور، میتونید بهش آفنسیو لاین هم بدید، یعنی لاین جنگی. برای مثال من میام تعیین میکنم که نیروها بعد از اینکه روی مرز افغانستان ست شدن، یه عده‌شون برن هرات رو بگیرن، یعنی مسیر حرکتیشون هرات باشه، یه عده دیگه برن سمت قندهار به این شکل، و در نهایت استراتژی کلی نیروها هم به سمت میشه گفت شرق افغانستان باشه. حالا اینها استراتژیایی هستن که شما باید بسته به نیازتون بکشید. حالتهای مختلفی هم واسش داره. برای مثلا میتونید اینطوری تعیین کنید که بعد تموم شدن این استراتژی، استراتژی دوم راه بیفته، یا نه میتونید بگید آقا استراتژی مستقل میخوام، اینطوری یه ده اینبری برن، یه ده اینبری برن. این اختیاری که شما دارید. بعد آفنسیو لاین شما یک گزینه هم دارید که فرقش با آفنسیو لاین چیه. آفنسیو برای سرلشکر، یعنی با سرلشکر اینو ست میکنید، ولی این یکی رو باید برای هر کامندر مستقل ست کنید. برای مثال آفنسیو لاین اگر بدید برای 5 تا کامندر زیر مجموعه سرلشکرتون هم همون استراتژی ست میشه، ولی این یکی فقط و فقط مربوط به یک کامندر میشه و اسپشیال اون کامندر. برای مثلا من میام میگم که آقا بیا اینجا رو اینطوری بگیر. تو این حالت هم نیروها با سرعت بیشتری حرکت میکنن و جدا از سرلشکرم حرکت میکنن، کلا این یه مقدار فرق داره و شما باید بسته به نیازتون انتخاب کنید که کدوم رو میخواید. بچه بعد از این گزینه ها میرسیم به فال بک لاین. فال بک لاین اینطوریه که بچه من مرز رو سلکت نمیکنم، من میام نیروها رو اینطوری دستی روی این منطقه ست میکنم، اوکی، با این لاین، و دیگه نیروها نمیرن مرز رو بگیرن، روی این لاین وای میستن. و این کاربردش کجاست؟ این کاربردش زمانیه که شما مثلا میخوای برای اینجا، برای این سواحل جنوب کشورت نیرو ست کنی، اوکی؟ باید با فال بک لاین انجامش بدی، اینطوری اینجا رو بکشی تا وایسن. با گزینه فرانت لاین نمیتونی نیرو اینجا ست کنی که بیان اینجا دفاع کنن. اریا دیفنس هم گزینه خوبی نیست چون نیروها پخش میشن توی کل این منطقه، در صورتی که ما فقط نیاز داریم که دم ساحل نیروها وایسن که دشمن اومد دفاع کنن. پس فال بک لاین برای این موضوع و حال کاربردهای دیگه هم داره. مثلا میخوای رکب بزنی نیروهای دشمن بیان تو، پس میتونی فال بک لاین ست کنی، عقبتر نیروهات وایسن، نیروهای دشمن بیان داخل، از پشت قیچیشون کنی. این مثلا یه استراتژیه. ایریا دیفنس هم که معرف حضور همتون هست، با این گزینه نیروها توی کل این منطقه پخش میشن و از کلش دفاع میکنن. و دیگه تمام بچه یه ادیت مود همین پایین دارید که این چیز به نسبت جالبیه. برای مثلا ما نیروها رو با فرانت لاین اینجا ست کردیم، استراتژی هم دادیم. حالا میخوام این استراتژی رو یه مقدار تغییرش بدم، میخوام یه مقدار گنده ترش کنم، میخوام مثلا نیروها چه بدونم اینطوری بیان،
این منطقه رو ست کنن. میتونید با ادیت مود انجامش بدید. تموم شد رفت. این تا اینجای کار بچه‌ها. علاوه بر اینها شما برای هر کاماندر یه دونه فورس اتک دارید، یه دونه لاست استند دارید، یه دونه هم استاف آفیس پلان دارید. استاف آفیس پلان همه نیروها رو عین گاو میریزه به یک سمت. اینو که بزنی همه نیروها دیگه با همه توانشون سرشون رو میندازن پایین که برن یه شهری رو بگیرن با حد اکثر تلفات. اوکی، چیزی که من پیشنهاد نمیدم. لاست استند رو دارید. لاست استند چی کار میکنه؟ مقاومت نیروها رو بالاتر میبره. اسمش روشه دیگه، یعنی آخرین میشه گفت استند مقاومت. اوکی، شما لاست استند رو هم دارید. فورس اتک چیکار میکنه؟ نیروها رو با سرعت بیشتری میفرسته داخل، میفرسته توی جنگ. نیروها فشار بیشتری میارن، نه به اندازه استاف آفیس پلان، ولی خب بیشتر فشار میارن، تلفات بیشتری هم میگیرید توی این حالت. ولی اینم از این ستا. این ستا رو هم کامل بهتون یاد دادم و بریم برای بخش نیروی دریایی بچه ها. البته که جدای از همه این ها، من باید یک موضوع دیگر رو هم بهتون یاد بدم. یه چیت منپاور من میزنم بچه ها. یه فرودگاه مکزم تو تبریز میزنم ساختشو، خب بعدش میام هواپیماهای جدیدمون رو کامل اد میکنم تو. الان اگه دقت کنید بازیگزینهای جدید بهمون داده. برای مثال ما میتونیم ببینیم که اینجا تاسیسات نفتی آذربایجان یا همون سوویته، یا این ور تاسیسات نفتی عراقه. ما میتونیم فرودگاهمون رو انحصاراً روی این تاسیسات نفتی ست کنیم و اینطوری کلیک کنیم روی این تاسیسات نفتی و هواپیماها رو انتخاب بکنیم، بزنیم که از تبریز بلند بشن. این منو برای ما باز میشه، درصد موفقیتمون رو مینویسه. برای مثال الان احتمال موفقیت ما 71%. ممکنه از شکست بخوره بمبارانمون، ولی خب این بار میتونیم ریسک تاسک رو هم بالا پایین بکنیم. برای مثال میتونیم ریسکش رو بذاریم روی های و در نهایت با 20 سی پی ما یک جنگی رو استارت میزنیم بچه ها که حدوداً 3 ماه هم تایم پلانینگ داره، یعنی زمان میبره که انجام بشه. ولی به طور کلی اتفاقی که میفته، ما از فرودگاه تبریز میریم و تأسیسات نفتی اینا رو بمباران میکنیم که اینا میخوام بهتون نشون بدم. البته که برای بمباران حتما باید بمبر داشته باشید، فرودگاه باید داشته باشید و کاری هم که گفتم رو رعایت کنید دیگه. کلیک کنید روش. البته که الان نمیتونیم انجامش بدیم چون یه عملیات هوایی دیگه داریم، ولی خب بذار 3 ماه این پر بشه بهتون کامل نشونش بدم. حالا این وسط اتفاقی که قراره بیفته چیه؟ ما فقط باید با اون کشوری که میخوایم بمباران کنیم توی جنگ باشیم. من با چیت با سوویت وارد جنگ میشم به همین زیبایی. اینم از این. ایران و سوویت با هم وارد جنگ شدن و الان عملیات ما انجام شد. تأسیسات نفتی بمباران شد و حالا باید بریم ببینیم موفق بودیم یا نه، که ساکسس بود رایدمون. ما 50% از نفت سوویت توی آذربایجان را از بین بردیم و 10 تا ایر اکسپیرینس به دست آوردیم. یه عملیات هوایی خیلی خوب داشتیم و خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. تأسیسات نفتی آذربایجان توی سوویت هست به این رفته، ولی احتمال اینکه اونا هم تأسیسات ما رو بزنن هست. اینم بهتون بگم بدونید. میرسیم به چی؟ میرسیم به نیروی دریایی. برای اینکه نیروی دریایی رو یادتون بدم، ما نیاز به اولا به نیرو داریم که بذار من فلعی یه تعداد نیرو رو بکشم بیرون. و علاوه بر این نیاز داریم که آقا سوویت رو کلا از بین ببریم. من سر این موضوع چیت میزنم، سوویت کلا به ما ملحق بشه، نابود بشه، بره پیکارش. اینم از این عزیزای من. الان سوویت هم ماست. حالا ما کاری نداریم، ویدیو آموزشیه. ما الان میخواییم بچه با کی وارد جنگ بشیم؟ با عمان. با عمان دکلر وار میکنیم روش. حالا میخواییم از طریق نیروی دریایی به عمان حمله کنیم. کاری که اول از هر چیزی میکنیم، همه نیروها رو آقا میدیم دست یک کاماندر. دست سرلشگر نمیدیم. کاماندری که دست سرلشگر باشه نمیتونه از طریق دریا اتک بده، اینم یادتون باشه. حالا در نوبت بعدی از این پایین، از این بغل کلیک میکنیم روی این گزینه نیوی، نیرو دریایی رو اینو سلکتش میکنیم. میبینیم که آقا 216 تا کریر رو با کلیک کردن روی این عکس، با زدن نیو کاماندر و انتخاب این آقا میدیم دست کاماندر. گزینه کنوای اسکورت رو انتخاب میکنیم، روی این دریا ست میکنیم این نیروها رو. هر کدوم از اینها یه کاری میکنن. این اولی که تمرینه، این تمرین نیروهای زمینی، اینم دریاییه و اکسپریانس میگیرید، نیروها بهتر میشن، ولی خب در مقابل اتفاقای دیگه هم میافته. گزینه های بعدی برای مثال استرایک فورس رو دارید، به نیروی دریایی دشمن حمله میکنه. این یکی کنوای ریده، به کنوای های به ناوهای تجاری دشمن حمله میکنه. این یکی کنوای اسکورته،
به کسی حمله نمیکنه، تا حد امکان دفاع میکنه از کنوای ها، کشتی تجاریمون و کشتی های میشه گفت اونایی که آدمی این بر اون بر میکنه. این یکی مین گذاریه که برای مین گذاری شما به اسکرین نیاز داری اگه اشتباه نکنم، کشتی مخصوص مین گذاری. یه سری کشتی مین روبی هم هست که اگه اونو هم داشته باشی میتونی مین روبی کنی دریا رو. و در نهایت یه دونه گزینه داریم تحت عنوان دفاع از بنادر. این تا اینجای کار از دل من. میبندیم میایم بیرون. آقا نیروها رو دادیم دست کاماندر، نیرو دریایی رو روی کنوای اسکورت کشیدیم بیرون، کریرا دارن اینجا مانور میدن، دارن دفاع میکنن. این 17 واحدمون هم باید بیان کجا؟ باید بیان سمت نزدیکترین بندرمون. دستی میزنیم آقا همتون بیایید بندر عباس. اینا همه باید پاشن بیان بندر عباس. همه اینا که بچه اومدن بندر عباس، بعدش شکار میکنیم. خیلی راحته. اول دقت میکنیم که ببینیم کنوای اسکورت صد شده یا نه. کنوای اسکورت باید صد باشه موقع حمله کردن. بالای 50 باشه نیروها را میفتن باز، ولی ریسک داره، ممکنه که نیروهاتون رو نیروی دریایی دشمن رو آب بزنه. نیروهای شما قراره با کشتیهای باربری معمولی، با این کشتیهای بدون دفاع جابجا بشن، نه با این کریرها. خب و این کریرها صرفا وظیفه اسکورت رو دارن. ممکنه اشتباه کنم، ممکنه نیرو هوایی دشمن بزنه کنوای شما رو هوا. در هر صورت آقا نیروها رو ما آوردیم بندر عباس، الان این گزینه واسه ما بازه. میایم چیکار میکنیم؟ بندر عباس رو انتخاب میکنیم با چپ کلیک. جایی که میخوایم نیروها پیاده بشن رو انتخاب میکنیم با راست کلیک. دو تا جا رو برای مثال میتونیم انتخاب بکنیم به همین زیبایی. بعدش این تیکه این بالا رو میزنیم و میایم از این تپ بیرون و منتظر میمونیم نیروها راه بیافتن. بازی داره میگه که داداشم 89 روز دیگه نیروهات راه میافتن به سمت عمان. تموم شد رفت. منتظر میمونیم 89 روز بگذره. میتونید کارهای دیگه هم بچه بکنید. میتونید برای مثال یک لاین دیگه از بندر عباس بکشید اینوری، برای مثال دو تا لاین راه بیفته به سمت عمان. این کاریه که میتونید انجام بدید، بستگی به ابیلیتی اون کامانده رو شرایطش داره. برای مثلا ممکنه که اینجا نتونن نیرو بفرستن، چرا شما باید این یکی دریا رو هم اسکورت کنید؟ این بحثیه که هست. و خب بذار ببینم من میتونم این یکی دریا رو هم اسکورت کنم یا نه. خب بچه‌ها 83 روز گذشته و به محض اینکه این عدد این بالا بر بشه نیروها راه میافتن. اگر اروری داد بعد ارور رو بررسی کنید. نیروها راه افتادن سمت مسقط، 8 واحد اینجا پیاده شدن، باید برن مسقط رو بگیرن. این نیروها باید پایتخت رو بگیرن. اوکی و علاوه بر همه اینها الان پایتخت رو گرفتیم، عمان تسلیم میشه دیگه، تموم شد رفت. یعنی بعد اینکه نیروها پیاده شدن شما میتونید مثلا اینطوری لاین بدید، دستور حرکت رو بدید. دستور حرکت مهمه، همیشه باید این تیک این بالا رو بزنی وگرنه نیروها راه نمیافتن. این از عمان. عمان تسلیم شد، عمان تموم شد. و همین راحتی میتونید از طریق دریا اتک بدید. اتک دریایی اصلا کار سختی نیست، ولی خب چیز میزای مختلف زیادی تولید کنید، بذارید از اکثر چیزهای دریایی داشته باشید. کریر برای یک کاره، کورزر برای یک کاره، بتلشیپ برای یک کاره، سابمرین برای مثال برای مین روبی و مین گذاری خوبه میشه گفت، اسکرین ها خوبن، باید همشون داشته باشید که بتونید قشنگ توی دریا حرف بر گفتن داشته باشید. الان عمان کشور ضعیفی بود، نیروی دریایی نداشت، ولی خب اگر یک کشور قوی رو بخواید بزنید نیروی دریایی اون کشور برای شما تهدیده، باید بتونید مقابله کنید، باید بتونید نیروهاتون رو سالم برسونید. الان عمان چون ضعیف بود، فاصلمون هم کم بود، علاوه بر اینها اسکورتمون هم صد بود، کل 17 واحد ما تونست منتقل بشه به عمان. توی بعضی از موارد فقط شما میتونید 2-3 واحد منتقل کنید. کامل نمیتونی همه نیروهات رو بیاری. سر این موضوع باید به این مسائل دقت کنید که هم نیرو دریایی قوی باشه، هم به خوبی با استفاده از گزینه‌های مختلف، یعنی هم کنوای اسکورت، هم مین روبی، هم ناوال ساپورت، با همه این گزینه‌ها با بتونی قشنگ ساپورت کنی نیروها رو بیاری. اینم از این عزیزای دل من. حالا میرسیم به نیروی هوایی. نیروی هوایی گزینه خاصی نداره، قبلا بارها بهتون یاد دادم. گزینه اولش مربوط هست به تمرین، گزینه دوم مربوط هست به جنگ‌های هوایی. با این گزینه با هواپیماهای دشمن وارد جنگ میشه. این یکی کلوز ایر ساپورته، چیز میزنه زمینی دشمن رو میزنه. این یکی بمباران میکنه نیروهای دشمن رو. این یکی استراتژیک بمبینگه، این شهرها رو بمباران میکنه. این یکی کشتی‌ها رو بمباران میکنه.
این یکی بازگشتی ها رو بمباران میکنه، حالا به یه نحوه دیگه. این یکی بنادر رو بمباران میکنه، این یکی لوجستیک ها رو بمباران میکنه، برای مثلا سوپلی هاب ها رو بمباران میکنه، ریلوی ها رو بمباران میکنه، این یکی ایر سوپلیه. برای نیروهای خودتون میتونید به وسیله این مورد تجهیزات بفرستید، اسلحه بفرستید توی جبهه، جاهایی که صعب العبور ریلوی جاده وجود نداره و نیروی هوایی میتونید بفرستید، به شرط اینکه ترانسپورت پلان داشته باشی، یعنی هواپیمای باربری داشته باشی که از بخش پروداکشن اینا هستن دیگه همشون. اینا این دوتا مثلا باربریه، این دوتا باربری، این بمبره، این یکی هم مدیوم و اسمال. اسمال برای جنگای هوایی، هوا به هواست، این مدیوم برای هوا به زمینه، بمبر برای بمباران کردنه. و اگه همه این هواپیماها توی فرودگاهتون داشته باشید، اتفاقی که میفته اینه که همه این تیکا واسهتون باز میشه و در نهایت یه دو ایر ریکون دارید که برای جاسوسیه، ببینید دشمن چیا داره، چند تا باید نیرو داره و اینها. این برای مین گذاری توی دریاست، این یکی هم برای مین روبی دریاست و تمام. اینم از این گزینه ها. به باقی موارد هم دست نذارید، قربونتون برم. فقط یه موضوعی هم بهتون یاد بدم، میتونید فرودگاه رو در اختیار کماندر بذارید. برای مثال ما یه ارفع رو داریم، من میتونم بیام آقا این فرودگاه رو بدم دست آقای ارفع، البته به شرط اینکه در اون رنج اون فرودگاه باشه. بذار تیپیشون کنم، اینا رو میاریم اینجا و این تیکر رو میزنیم و تمام. الان کل این فرودگاه در اختیار آی عرفه و آی عرفه خودش صلاح دونسته که از ایر سوپلی برای مثلا استفاده بکنه و خودش ست میکنه دیگه. خود کاماندر برای ساپورت نیروهاش اینا استفاده میکنه. فقط یه سری منگولیان و اینا ریختن بالا سر ما. متحدای چیز بودن فکر کنم حاجی، متحدای سوویت بودن، دارن مملکت ما رو میزنن این بالا، ما هم نیرو نداریم داریم میخوریم. ولی در هر صورت اینا رو هم گفتم که بهتون یاد بدهم و دیگر جانم واسه شماها بگی که یه گزینه دیگه هم هست، این پای ما اینا. این گزینه شب و روزه، اینو اگه بزنید اینطوری شب و روز میشه و هم بازی سنگین میشه، اوکی، هم رو مخ میره کلا اگه تیک این مورد رو بزنید، این مورد فعال باشه، این مورد رو آف کنید همیشه. این یکی مورد، این بالا این آدم کوچیکه رو اگه بزنید نیروهای دشمن محو میشه. کلا هیچ تیکی رو نباید اینجاها بزنید، اوکی؟ تمام. در رابطه با بخش جاسوسی هم یک توضیحات مختصری بهتون بدم و ویدیو تموم بشه. برای بخش جاسوسی شما باید بیاید اینو بزنید، بعد اینجا کریت رو بزنید تا سازمان جاسوسیتون را بیفته. یه پرچم هم انتخاب میکنید به سلیقه خودتون، اسمش هم میتونید تغییر بدید. حالا ما کریت رو میزنیم، 30 روز قرار طول بکشه تا این سازمان واسه ما ساخته بشه. در این 30 روز احتمالا این بیشرف ها مملکت ما رو جمع میکنن، دارن میگیرن و منم نمیتونم دفاع کنم. چیکار کنم اینا رو؟ ظرفا رو بفرستیم ببینیم میتونه از اینجا ها دفاع کنه یا نه، ست کنیم ببینیم میتونه یا بعید میدونم بتونه واقعا، ولی خب بذار یه مقاومتی کرده باشیم دیگه. با اینکه چیت میتونیم بزنیم، نمیخوام، خوصه ندارم، میخوام آموزش بدم سید، بلم کنید بی پدرا، این وقت جنگ بود. در هر صورت سازمان جاسوسیه داره راه میفته. آقا بعد اینکه سازمان جاسوسی راه افتاد، اینو اگه بزنی جاسوس به دست میاری، ولی برای زدنش میگه که حداقل 3 مورد از اینها رو انجام بده. اینها هر کدوم مربوط به یک چیزی هستن، برای مثال این مربوط به دپارتمان نیرو هوایی، دپارتمان نیرو دریایی، آرمی، این یکی برای اکونومی مملکته، اینا اینتلیجنس هن دیگه، اینها بخش اطلاعاته، یعنی این واقعا دیگه بخش وزارت اطلاعاته. مثلا آرمی دپارتمان رو مد نظر قرار میدی تا جاسوسا رو درش میشه گفت بکشی بیرون، یا از اکونومیت، از اقتصادت مراقبت کنی، یا از دیفنست، یا برای مثلا این یکی برای دفاعه، از نفوذ کشورهای دیگه میشه گفت کم میکنه، آنتی پارتیزان داری، نمیذاره پارتیزان را بندازه دشمن. این یکی ها برای چیزهای دیگه است، این مثلا برای آموزش جاسوس هاست. مثلا میتونی 5 کارخونه نظامی خرج کنی، به جاسوسات یاد بدی که دستگیر شدید سویساید کنید، خودتون خلاص کنید که لو ندید، یا حالا گزینه‌های دیگه که دهنشون چفت و بس بگیره. تب بعدی برای ترینینگ چه نیروهای معمولی، چه کماندو و اینجور چیزها. و در نهایت آخری هم مربوط هست به باز همون چیزهای مربوط به همین جاسوسی، همینه یعنی برای آموزش جاسوس و این هست. در هر صورت هر کدوم از اینها 5 کارخونه نظامی استفاده میکنه و
بازی خودش میگه سه تا اینا رو انجام بده، بذارم یه جاسوس دیگه بگیری. ولی وقتی که سازمان جاسوسی رو راه بندازید، 30 روز بعدش یک اسلات برای جاسوس بهتون میده بازی. از بین اینام من بهتون پیشنهاد میکنم اولین بالایی ها رو انجام بدید، بعد دیفنس، بعد بیاید سراغ این پایینی ها. اوکی تموم شد. ولی بعضی از اینها دقت کنید که لول دارن، برای مثلا با یک بار انجامش تموم نمیشه. آنتی پارتیزان 2 لوله، 10 تا کارخونه باید خرجش کنید. همه اینها که بگذریم، حسن عرفه رفته اینجا وایستاده داره دفاع میکنه انگار، خدا رو شکر. ولی خب الان میتونیم یه جاسوس جدید داشته باشیم. روی این گزینه کلیک میکنیم، یک نفر رو انتخاب میکنیم، ملیت طرف رو مینویسه، ابیلیتیاش رو هم مینویسه که این آدم برای مثال سیف کرکره یا برای مثال این آیه رکسا هیچ ابیلیتی نداره. حالا یه نفر رو انتخاب میکنید، روش کلیک میکنید، گزینه اول هیچ کاری نمیکنه، تو مملکت خودتون میمونه. گزینه دوم بیلد اینتل نتورکه، میتونی بفرستی عراق، اینطوری با کلیک چپ بفرستیش بره اینجا شروع کنه به نتورک سازی. نتورک سازی نیازه برای باقی کار، برای کارهای جاسوسی. اگر میخوای توی کشور برنامه های جاسوسی انجام بدی، یه نفر رو بعد برای نتورک سازی بفرستی، یه نفر دیگر رو برای یه سری کارهای دیگه. گزینه های بعدی مربوط هست به بوست ایدئولوژی، میتونی ایدئولوژی خودتون رو بوست کنید، برای مثلا اگه فاشیست هستید میتونی فاشیست رو در عراق بوست کنید. پروپاگاندا، میتونید تبلیغات راه بندازید در اون کشور، وضع استابیلیتی و وار ساپورت اون کشور کم کنید. میتونید با استفاده از باقی گزینه‌ها، این سه تا گزینه آخر، روی مملکت خودتون یه سری کار کنید. این گزینه شورش‌های یک منطقه رو کاهش میده، جاسوس میفرستی شورش‌ها رو بیاره پایین. این یکی کنترل ترید، برای خارج میشه استفادهش کرد، برای مثلا میتونید استفاده کنید آنکارا ترید اونجا رو کنترل کنه. و در نهایت یه دونه گزینه هم دارید که روابط دیپلماتیکتون رو با یک کشور میتونید باهاش افزایش بدید، برای مثال میره لابیگری میکنه اون طرف، برای مثلا میزنم این گزینه که این داشمون در ترکیه لابیگری کنه ما بتونیم روابطمون رو با ترکیه بهتر کنیم. به طور کلی این هم بوده از بخش جاسوسی. من تمام سعیم رو کردم بچه، هر چیزی که نیاز بود بدونید رو بهتون بگم. 2 ساعت و نیم این ویدیو رکوردش طول کشیده و امیدوارم واسه تون کافی و مفید بوده باشه. خیلی خیلی بچه دوستتون دارم و حتما هم پیشنهاد میکنم که پلیلیست آموزشی ما رو ببینید. و تا ویدیوهای بعدی، سی یو.